آزار جنسی لیو میسی در 2005 خبرساز شد. چرا اینتر نتوانست با میسی قرارداد امضا کند؟ احتمال اثرگیری لالیگا با یک دربی. سلام، به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. لیونل میسی که سال 2005 در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود مورد آزار قرار گرفت که حالا شواهد ناخوشایند در این باره نشر شده است. باشگاه اینتر قصد داشت با ستاره بارسلونا قرارداد امضا کند، اما مهاجم آرژانتینی با این انتقال موافقت نکرد. خبر تباس اعلام کرد: در تلاش هستیم تا لالیگا با دربی سویا اثر گرفته شود. در سال 2005 میسی در حالی که بسیار جوان بود موافقت کرد در یک برنامه طنز در کانال آرژانتینی شرکت نماید. میسی که در آن زمان 18 سال سن داشت در مصاحبهش انواع و اقسام شوخی های جنسی مجریان برنامه را متقبل شد که اکنون توضیح آن غیر ممکن نیست. این برنامه بین سالهای 2004 و 2006 پخش شد و در زمان نخست نیز روی آن طنز رفت. در سال اول خود حتی جایزه مارتین فریره را نیز برای بهترین برنامه خنددار در آرژانتین دریافت کرد. با نقل از بی ساکر، انتر همیشه دوست داشته است با لیونل میسی قرارداد امضا کند. در موقعیت‌های مختلف ستاره آرژانتینی با باشگاه ایتالیایی مرتبط بوده است. با این حال مهاجم بارسلونا هرگز نیوکمپ را ترک نکرد. یک ماه پیش هم میسی مجبور شد شایعه پیوستنش به انتر را رد کند. انتر در سال 2008 در تلاش بود انتقال ستاره آرژانتینی ممکن شود. مارکو برانکا مدیر ورزشی باشگاه ایتالیایی اظهار کرد: بله، ما در این مسیر بودیم، اما میسی نمی‌خواست بارسا را ترک کند. او از بودن در این تیم راضی بود. جنبه اقتصادی همیشه در اولویت نیست، همه چیز پول نیست. پپ گواردیولا هدایت بارسا را بر عهده گرفت و میسی را به عنوان رهبر خط حمله خود قرار داد. دو سال بعد انتر جوزه مورینو توانست سیگانه را فتح کند. برانکا در این رابطه اظهار کرد: بازیکنان خشمگین را خریدیم چون توسط باشگاه‌هایشان رد شده بودند. زلاتان ابراهیموویچ آرامش لازم را برای ادامه دادن نداشت. دنبال راه حل برای همه بودیم. سپس سامیل اوتویو به تیم پیوست. با نقل از بی ساکر، پس از اظهارات پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در رابطه با امکان شروع لالیگا از هفته دوم ژوئن، خاور تباس رئیس لالیگا هم در این رابطه صحبت کرد. او گفت: باید دید تمرینات تیم ها چگونه پیش می رود. احتمال دارد 11 ژوئن یعنی پنجشنبه یک بازی در لالیگا داشته باشیم. ما مشتاق هستیم تا این دیدار را در یک روز خاص برگزار کنیم و به نوع یک گرامی داشت هم خواهد بود. احتمال دارد پنجشنبه 11 ژوئن سویا و ریال بتیس دربی جنوب اسپانیا را برگزار کنند. رئیس لالیگا در ادامه با برنامه بازی‌ها اشاره کرد و گفت: زمانی که بتوانیم بازی نخست را برگزار کنیم، برنامه 4 هفته دیگر را اعلام خواهیم کرد. به زودی این کار را خواهیم کرد. تباس درباره گرمای هوا اشاره کرد: همیشه گرما ما را نگران می‌کند. دمای هر روز را بررسی خواهیم کرد و با توجه به آن ساعت بازی‌ها را مشخص خواهیم کرد. بازی‌های وسط هفته دیر وقت است و در اواخر هفته ساعت‌های 19:30 و 21:30 به وقت محلی خواهد بود. رئیس لالیگا در پایان گفت: قطعاً ادامه بازی‌های این فصل لالیگا برگزار خواهد شد. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی، سبز و شاد بمانید. تا نگهدار.